فصل نهم. در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده شد و با آن کلید چاه بی انتها را گشود و چاه دودی مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیر و تار گشت. آنگاه از آن دود ملخ‌هایی بیرون آمده و زمین را پر ساختند و با آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد و با آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط با آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند. به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند و مانند کسانی که از نیش عقرب رنج میبرند آنها را عذاب دهند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند رسید. مشتاق مردن خواهند بود، ولی مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد. این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزی شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. موهایشان مانند موهای زنان، دندانهایی مثل دندانهای شیران داشتند و سینه‌های آنها را سینه بندهایی مانند زره‌های آهنین می‌پوشانید. و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه‌هایی بود که به میدان جنگ هجوم می‌آورند. آنها مانند عقرب صاحب دم‌های نیشداری هستند و قدرت دارند با دم خود نوع بشر را به مدت 5 ماه معذب سازند. پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون و در یونانی آپولیون یعنی نابود کننده می باشد. بلای اول به پایان رسید، اما 2 بلای دیگر هنوز هست که باید بیاید. آنگاه 6مین فرشته در شیپور خود دمید و من از 4 گوشه مذبح زرین که در حضور خدا قرار دارد صدایی شنیدم که به فرشته 6م که شیپور را به دست داشت می گفت: 4 فرشته‌ای را که در رود بزرگ فرات بسته شدن آزاد ساز. پس آن 4 فرشته آزاد شدن تا ثلث آدمیان را بکشن. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آمده شده بودند. من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه بندهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی برتن داشتن. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتن و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. این 3 بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد سلس آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنها بود، زیرا دمهایشان به مارهای شباهت داشت که با سر خود می گزیدن و به مردم آزار می رسانیدند. بقیه آدمیان که از این بلاها جان سالم به در بردن، از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند و از پرستش شیاطین و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند باز نایستادند و از آدمکشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند.